سلام، امیدوارم که درس های پیش رو خونده باشید و به مشکلی بر نخورده باشید. امروز ادامه میدیم با تفاوت بین تو و وو که توی زبان فارسی خیلی راحت توضیح دادنش. تو برای تو استفاده میشه و وو برای شما. وقتی که شما میخواید که با یه آدمی محترمانه صحبت کنید، مثل تو خود زبان فارسی از شما استفاده میکنید و تو زبان فرانسه از وو. اینجا چند تا نمونه داریم. یکی میگه اه نیکال، تو ام لو تنیس؟ نیکال اسم دختره. تو ام لو تنیس؟ تو از تنیس، تو تنیس رو دوست داری؟ بازی تنیس. تو ام لو تنیس؟ او وی جم لو تنیس. آه آره، آه بله، من تنیس رو دوست دارم. وی جم لو تنیس. Arthur, اسم پسره. Arthur, tu aimes la musique, toi؟ اینجا تو برای تاکید تو آمده که اینو بعدا تو درسای آینده میخونیم. Tu aimes la musique, toi؟ میگه تو از موسیقی، تو موسیقی رو دوست داری؟ Tu aimes la musique, toi؟ Oui. Moi, j'aime la musique et la danse. Oui, moi, bale, man, moi, j'aime la musique, man, musiqi ro dost daram, et la danse, va, raqs ro. Man, musiqi va raqs ro dost daram. La musique, la danse. Esm, poshte esm, bayad shoma, hatman huruf ma'arefe bezarid. Et vous, madame? Et vous, madame؟ چون که داره با یه خانم صحبت میکنه، گفتیم مدام به معنی خانم هستش. میگه و شما خانم. Et vous, madame, vous aimez la télévision؟ شما تلویزیون دوست دارید؟ منظور اینه که شما نگاه کردن به تلویزیون رو دوست دارید. Non, monsieur. نه آقا. Non, monsieur. Je n'aime pas la télévision. من تلویزیون دوست ندارم. Et toi, Arthur, tu aimes le jazz? Ma toi, Arthur, اسم پسره، از جاز خوشت میاد؟ از سبک موسیقی جاز خوشت میاد؟ Non, je n'aime pas le jazz. Moi, j'adore le rock. من از جاز خوش، من جاز دوست ندارم. من علاقه دارم به راک، یعنی راک ان رول. اونم یه سبک دیگه. Non, je n'aime pas le jazz. Moi, j'adore le rock. Et vous, monsieur؟ دوباره با یه آقا داره صحبت میکنه، در نتیجه بهش میگه vous. و شما آقا. Vous aimez les aéroports؟ از فرودگاه ها رو دوست دارید؟ Les aéroports؟ با مثلا تعجب میکنه، میگه فرودگاه ها؟ Non, je n'aime pas les aéroports. نه، از فرودگاه ها خوشم نمیاد. چون که این درس خیلی درس ساده بود و شما میدونید که خودتون تمرین کنید، چون که فعل به اندازه کافی دارید و گفتم که میتونید از اسما حرفایی که بین فارسی و فرانسه هست و مشترکه استفاده کنید و جمله بندی بکنید. میریم سر یه گرامر دیگه به نام پریزنتاتیف سه. پریزنتاتیف سه به معنی اینه که وقتی شما میخواین یه چیزی رو نشون بدید از سه استفاده میکنید. اگر که به یاد داشته باشید در فعل اتر بودن داشتیم je suis, tu es, il est, elle est, on est. خب که il est, elle est, on est اینطوری نوشته میشد. خب حالا سه که اپوستراف داره اینجا به معنی این هستش. خب یعنی خود سه اینجا کل این کلمه در کل که میخونیدش سه، برای اینکه گفتیم او استه صدای ا داره، سه با ا میشه سه. خب به معنی این هست. باشید این هست. خب با اسم میتونه بیاد، مثلا میگید سه سلین، این سلین هست. خب
هست یا است دیگه من نمیدونم. سه سلین، این سلین است. سه لفی دو مونمی، دختر دوستم هست، یعنی مونمی میشه دوست من. سه هست، لفی دختر، این دختر دوست من هست، درسته؟ خب مثلا میتونید که بگید چی؟ بیاین مثلا اینجا بگید سه با کلماتی که تا الان یاد گرفتید، درسته؟ سه لا تلویزیون، این تلویزیون است. سه سه لا رادیو، این رادیو هست. سه لا ل، میتونید بگید ل لیور، این کتاب است. سه ل تپی، فرش است. فرش، تپی میشه فرش. فرش ل لیور میشه کتاب. رادیو، رادیو، تلویزیون، تلویزیون. خب پس سه برای نشون دادن چیزی که میخواین بگید این هست، و جمعش، جمعش وقتی که میخواین که جمع بکنید میگید سسون. اگر یادتون باشه تو خود فعل بودن داشتیم je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. حالا وقتی که میخواین بگید این، اینها هستند، خب از سه سون استفاده میکنید. اینجا خود کلمه، خود کلمه هست سه ای، ولی چون که ای فعل اتخمون با او شروع شده اینو خط میزنیم، اپوستراف میزنیم. در بخش جمعش پلوریل سه به حالت اولیه خودش برمیگرده و وقتی که جمعه که میخواین بگید هستند از سون استفاده میکنید، درسته؟ از خود فعل اتخ بودن. شخص سوم جمع سه سون می وزن، میتونید بگید اینجا وزن به معنی پایین بزن پایین تر سه مون وزن، همسایه من هستش. وزن به معنی همسایه. سه مون وزن هست، این هست همسایه من، همسایه من، مون من. خب وقتی که میخواین جمع بکنید میگه چی؟ سه سون می وزن. الان من نمیخوام که روی این مو و می تاکید بکنم و بهتون بگم که اینا رو چطوری درست میکنید. منظور من الان در این درس فقط اینه که شما بدونید که سه به معنی این هست و سه سون اینها هستند. خب سه سون می وزن. سه لا رادیو سسون. وقتی که میخوایم لا رو جمع بکنیم لا تبدیل میشه به ل، رادیو همونطوری تلفظ میشه ولی آخرش یه اس در نوشتاری میگیره، اس جمع در نوشتاری. سه لفی، این دختره است. مثلا حالا بقیه جمله رو حالا هرچی که نوشتید، سه لفی مثلا حالا هرچی که نوشتید مهم نیست. سه سون لا جمع بخواد بشه میشه چی؟ ل.
فی همونطوری تلفظ میشه ولی آخرش اس جمع میگیره. خب پس ما امیدوارم که این فرق سه و سوسون رو فهمید متوجه شده باشید چون که توی متنا خیلی بهش برمیخوریم. و اما سه هم با اسم میاد هم با صفت ادجکتیو. مثلا میگید که سه جنیال، خب که اینجا نوشته شده، خب سه جنیال فوق‌العاده است، عالیه، جنیال عالیه. یا میتونید بگید سه بیان خوبه، خوبه. یا میتونید بگید سه جنتی. وقتی که میگید سه جنتی به معنی اینه که کار خوبی بود، مهربونانه بود، مثلا لطف کردید اینطوری سه جنتی. سه پا بیان خوب نیست، خوب نیست. این هم از گرامر این درس که میریم الان. آها این هم بهتون بگم، اینها ادجکتیو هستند و فعلایی که میتونید باشون استفاده کنید. مثلا بو، بو اینجا بو به معنی او ایو گفتیم صده او میده، بو زیبا، بو ولی مذکره. برای مؤنثش اگر که میخواین بگید که یه دختر زیبا هست، این دختر زیبا هست، لا فی است میشود چی؟ اه زیبا بل، لا فی اه بل زیبا بل. گفتیم که اگر که او پشت دو تا کنسان قرار بگیره هیچی روش اکسان قرار نمیگیره ولی صدا ا خودش رو نگه میداره. لفی دختره، اون دختره، دختره، این ای که تو زبان تو فارسی میشنوید کسره داره، دختره نشونه لا هست. خب هست ا بل، دختره زیبا هست. خب منیفیک، منیفیک قبلا داشتیم، منیفیک میشه فوق‌العاده زیبا. جنیال، جنیال عالی، جنیال به معنی عالی. ادوغه فعل علاقمند بودنه، علاقمند بودن که داشتیم. امه دوست داشتن، پرفره ترجیح دادن. و وقتی که حالت منفی پیدا میکنه، نگاتیو، میتونید بگید سه پا بو، قشنگ نیست، زیبا نیست. سه بی زغ، بی زغ عجیبه، بی زغ به معنی عجیب هستش، عجیب. هوریبل ترسناک، وحشتناک. هوریبل به معنی وحشتناک. بعد فعلی که دارید دتسته، دتسته به معنی این فعل و این فعل، این فعل نفرت داشتنه، فعل گروه اوله، مثل فعلای گروه اول باید صرفش کنید، نفرت داشتن. مثلا میگید من از قهوه نفرت دارم، je déteste le café.
Je déteste le soleil. براتون اینجا می نویسم le soleil ببخشید soleil je déteste la lune این کلماتی که تا الان خوندید دیگه اینجا من درست کنم je میتونید بگید j'aime la musique mais اما je déteste la danse اما متنفرم از رقصیدن j'aime les avions من از هواپیما من هواپیماها رو دوست دارم mais اما je déteste متنفرم je déteste les aéroports ولی از فرودگاه ها متنفرم ببخشید اینجا les aéroports خب فکر کنم که تفرق اینا رو اینا رو هم که به دتسته و نپایمه je n'aime pas که میگفتید که دوست ندارید درسته؟ خب فکر کنم که این هم متوجه شده باشید میتونید که توی این تمرینی که من براتون روی صفحه تلگرام میذارم اینها رو توی جدول بذارید اونهایی که مربوط به فعله میذارید توی ورب و اونهایی که صفته میارید میذارید توی صفت و میتونید بعدش با یه شروع کنید جمله بندی کردن مثلا همینجا میگید که میگید که جدار الیونار مثلا جدار علی سه بیزار عجیبه یا سه اوریب یا یعنی وحشتناکه مثلا جم لز ایروپا بعد یکی بهتون میگه سه اوریب خیلی وحشتناکه بچه آخه یکی مثلا عاشق مثلا خیلی یه فرودگاه ها رو دوست داشته باشه پس نتیجه در نتیجه میتونید که شروع کنید جمله بندی کردن به اندازه کافی الان فعل دارید و کلمه هم دارید بریم توی درس بعدی آخرین ویدیو از این درس که مربوط میشه به دیالوگتون مکالمتون تا ویدیو بعدی خدا نگهدار